بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعات درس امروز ما ادامه درس ایمیل آدرسی که دهات میل ایجاد کرده بودیم است. میایم در قسمت گوگل کروم کلیک میکنیم. بعدا هم از این قسمت میتونین داخل ایمیل آدرستان شوین، یعنی سایت هات میل، و همچنان در قسمت بالا یا آدرس بار نشته میکنیم هات میل. از کیبورد کنترل انتر افشار میتیم و یا www.hotmail.com از کیبورد انتر افشار میتیم. بعدا در قسمت ویندوز لایف آیدی همو ایمیل آدرسی که قبلا درج کرده بودیم، در اینجا قبلا ایجاد کرده بودیم، در اینجا درج میکنیم به نام مشل .uni@hotmail.com و در این قسمت هم پسورد که مربوط آیدی ما میشه درج میکنیم با نام کابل 789. بعدا ساین این خب. در درس گذشته ما موضوعات مورد بحث قرار داده بودیم، موضوعات بخش هوم و همچنان موضوعات پروفایل. خب من در قسمت پروفایل تماما موضوعات که ارتباط به ایدیت دیتیلز بود، مثلا کانتکت انفورمیشن، ورک انفورمیشن، مورد بحث قرار دادیم و اینجا داریم با نام ویو انویتیشن. هدف از ویو انویتیشن ای است که کسایی که شما را در ایمیل خود اد میکنه، باز در قسمت شما چطور بفهمین که کیا عادتان کده در ایمیل آدرس خود، باز بالای view invitation کلیک میکنین. هر کسی که شما را اد کرده باشه باز در قسمت ظاهر میشه براتان، یا اگر شما خواسته باشین کسی را اد کنین از اد پیپل استفاده میکنین. تا هنوز ما چون از این کدام آدرس دیگر ایجاد نکردیم، بعدا یک آدرس را ایجاد میکنیم و در قسمت عادش میکنیم. فعلا بک میریم و همچنان پرایوسی سیتینگز. توسط از قسمت پرایوسی سیتینگز ما شما میتونیم که ایمیل آدرس خود محتویاتش اجازهش ماین بسازیم، یعنی کی اکسس کرده بتونه و کی اکسس کرده و یا استفاده کرده نتون از محتویات داخلیش کی دیده بتونه. پس در پرایوسی سیتینگ میاییم. در درس اول اینترنت ما مورد بحث قرار دادیم پابلیک، لیمیتد و پرایوت چی هستن. این حالا طور مثال فعلا پابلیک است. ما میخواییم که ایمیل آدرس ما، یعنی فکر کنین یک سال بعد از ایمیل آدرس ما گذشته یک سال، حالا میخواییم که مثلا موضوعات پرایوسی آپشن و یا ستنگش تغییر بدیم. فعلا پابلیک است، میخواییم حالا باشه لیمیتد، یعنی Everyone can find me in search, see my profile and send me friend invitation. اینی اجازه است که برای ما شما داده میشه. اگر طور مثال limited فعلا است، فعلا نیره سیف میکنم. فعلا limited است. میریم در پروفایل. اینجا میگه your chains have been saved. یعنی متغیرات ما ثبت شد. فعلا در پروفایل میریم. یک سال بعد می خواهیم که محتویات که در ایمیل وارد می سازم، مثلا هر نوع عکس یا هر نوع تغییرات های دیگه را که ما مطرح می سازم، می خواهیم کسایی را که در ایمیل خود اد دارم اینال می خواهیم دیده بتانن، یا کسایی که من نمیشناسم می خواهیم که تمام محتویات ایمیل را ببینه. در او صورت می تانین هرگاه ایره تغییر بتین. در پرایوسی ستنگز می این
اگر ما پابلک بگیرم یعنی عمومی میتونه هر کس برای ما مثلا مسیج روان کنه، انوایتیشن روان کنه، مرا مثل لایک فرند اد کنه. به این صورتی اجازه بود که ما شما در ویدیوی اول اینترنت مورد بحث قرار داده بودیم که یعنی هرگاه شما خواسته باشین میتونین از این قسمت تغییراتتان وارد بسازین. اگر مثلا تغییرات های بیشتر را در قسمت مثلا میخواهیم مطرح بسازیم، میاین در قسمت ادوانس و بعدا فعلا پابلک است. Who can find me and see my profile؟ میکی بتانه که پروفایل ما دیده بتانه و مراعت کرده بتانه. فعلا در مقابلش میبینیم برنگ سبز فعلا نشته است everyone public. اگر در وسط میریمش میگیم my friends and their friends، کسی میتونه مراعت کنه و یا پروفایل ما ببینه، یعنی منظوری در پروفایل ما مثل که عکس در روز گذشته افزود کرده بودیم یا تکست نشته کرده بودیم یا موضوعات بیشتر را که ارائه کرده بودیم، کیا بتانه ببینه؟ my friends and their friends، یعنی کسایی که من دارم و مثلا احمد عد دارم یا تمیم عد دارم، هم تمیم بتانه دیده و هم دوستای تمیم. اگر در این قسمت بیایم کی بتانه پروفایل ما ببینه و مراد کنه؟ تنها friends، یعنی تنها کسایی را که من دارم متویات پروفایل ما دیده بتانه، مثل عکس، موزیک، تکس و غیره متویات و دیگه هیچ کسی دیده نتانه. اگر در این قسمت پابلک می باشه یعنی ایوریون، هر کس میتونه که متویات داخل پروفایل ما ببینه. بعد از این بیسیک انفورمیشن، مثلا متویات که ما در پروفایل در درسای گذشته درج کرده بودیم مثل تلفن نمبر، آدرس خانه و غیره، کی بتانه ببینه؟ فعلا در این قسمت است. اگر ما این در این قسمت قرار میدیم ایوریون میشه، اینجا میبینیم لیول داره در این قسمت everyone، یعنی هر کس بتونه basic information رو ببینه. my friends and their friends، یعنی هم کسایی که friend ما بتونه ببینه و از friend ما friendش بتونه basic information رو ببینه. اگر دیگه قسمت باشه تنها کسایی را که معد دارم میدونه ببینه friends. اگر دیگه قسمت باشه some friends accept limited access، کسایی میتونه که favorite act باشه، یعنی دوستای خاص ما. اگر دیگه جد باشه یا ایره قرار میدیم just me، تنها basic information خودم میتونم ببینم، میتونم ایره بگذاریم در everyone. contact information کی میتونه ببینه؟ basic information در ارتباط با تمام چیزایی که در work بود مثلا یا در general information بود. contact information تنها کسایی که میخوای با ما ارتباط بگیره، توسط آدرس خانه، توسط ایمیل آدرس، توسط تلفن نمبر و توسط basic information، موضوعاتی که ما در درس گذشته در جنرال انفورمیشن عد کرده بودیم. خب در کانتکت انفورمیشن هم با می شکل کیا می تانه؟ اگر دیجا باشه جست می، اگر دی قسمت قرار می گیره در ای بالایش می بینیم که نشته some friends، و اگر دیجا مثلا قرار می تیم در قسمت بالایش friends هست به می اساس کلش به می شکل می تانید شما اجازه بدید. interest and favorite things، ما در روزای گذشته به چیزایی که علاقه داشتیم البته در پروفایل خود عد کردیم، کی بتانه اون چیزایی که ما علاقه داریم ببینه؟ شما از جمعی تانین ای رو اجازه بدین، ای رو میتونم بگویم everyone public. activities، فعالیت هایی که من انجام میتونم، مثلا در درس روز گذشته ما یک تکس نشته کردیم به خاطر رمضان، همراه با یک پیکچر از رمضان عد کردیم از ماه مبارک رمضان. او را به مثل از امو فعالیت هایی که ما در پروفایل خود انجام میتونم کی بتانه ببینه؟ میتونین شما اجازه بتین تا فرنسه میتونین تطبیقش کنین. Who can contact me؟ کی بتانه به ما ارتباط بگیره؟ اگر یعنی مراعت کرده بتانه خارج از مثلا مملکت یا در جای دیگر اکمی باشه، اگر بگیم no one، هیچ کس نمیتونه مراعت کنه. Some friends، friends یه قسمت بالا یا به می شکل my friends and their friends، اگر بگویم public هر کس مرا میتونه اد کنه. comments، کی میتونه کومنت های مرا ببینه؟ البته کومنت تا هنوز ما کار نکردیم، البته کومنت
چیز است که مثلا یکی از دوستای ما عکس خود در پروفایل خود میگذاره و او عکس ما میبینیم. وقتی که ما دیدیم در پایانش میتونین کومنت بدین که یعنی در باره عکسش میتونین یک موضوع را مطرح کنین که البته او درس امروز شاید مورد بحث قرار بدیم، به صورتی که ما کس رعایت کنیم چطور برش کومنت داده میتونیم. او کومنت هم میتونین اجازه بدین که کی بتونه کومنت های تانه دیده، در این صورت از این استفاده میکنیم. بعد از او که عمل انجام دادیم سیوش میکنیم، تمام تغییرات ما ثبت میشه. خب بعدا بعد از اینکه سیف کردیم کنسل میکنیم. خب بعد از این مهم در قسمت مثلا قسمت که پروفایل ساین اوت نشست به رنگ آبی است، ما میخواهیم که همین قسمت را تغییر بدیم. خب چطور میتونیم که ما اشکال داخل ایمیل آدرس خود و یا دیزاینش را تغییر بدیم؟ در او صورت میایم در قسمت ویندوز لایف هوم، هم از این قسمت میتونیم نام که در این قسمت نوشته است تنها پوینتر یا ماوس بالاش میارین، یک لیست براتون ظاهر میشه به این شکل، و یا همچنان میتونین از داخل پروفایل بالای نامی که به نام علی غفوری است فقط پوینتر میارین. در صورت که اگر پوینتر یا ماوس رو نورده نامت میتونین در این قسمت کلک کنین، اینجا میتونین کلک کنین، بعدا به طرف چپ ماوس تون میارین، از اینجا میتونین عملتون انجام بدین. دیزاین های مختلف است. اگر ما دیزاین های بیشتر را خواسته باشین شما میتونین از قسمت More Themes استفاده کنین، بالایش کلک میکنین، اینجا دیزاین های مختلف داریم، مثلا میگیم به این شکل باشه یا به این شکل، یکی از شکل ها را انتخاب میکنین. اما پیش از اینکه کلک کنین شما میتونین تنها شکلش در قسمت بالا ببینین، بدون از اینکه کلک کنین تنها ماوس بالاش برین در قسمت بالا اشکال برتان نشان داده میشه. زمانی که یکی از اشکال ها را انتخاب کردین از طریق ماوس بالاش کلک میکنین، یعنی کلک میکنین به این معنی که امو عمل در قسمت بالا یا در دیزاین آتمیل ما تطبیق شد. بعدا در قسمت اخیر سیو میگیم برش. امو دیزاین که ما خواستیم در این قسمت یونیسته که بالای تمام نشتا رنگش به رنگ بانجونی یا بی شد، این قسمت هم دیزاینش تغییر کرد. بعدا من در قسمت لیست پرایوسی ستین هم از جمعه تانین استفاده کنین و هم از قسمت خود پروفایل از جا میتونین بالاش کلک کنین. هم پرایویسی ستینگ آمد که قبلا مورد بس قرار دادیم. بعد از این میایم بالای لیست، اینجا داریم اکاونت، تمام تغییرات را میتونین در اکاونت تان وارد کنین، بالاش کلک میکنیم. مثلا ویندوز لایف آیدی ما mashal.uni@hotmail.com است، اگر خواسته باشین ایمیل آدرستان آدرستان چنج کنین از جا استفاده میکنین. نیم به نام علی غفوری است، از جا استفاده میکنین و از درس گذشته خواندیم که از داخل پروفایل میتونستیم این عمل انجام بدیم. یا طور مثال country region United States است، میتونین افغانستان بسازین، میتونین استفاده کنین. birth date January 11, 1985 است، میتونین از جام تغییر بدین و از طریق پروفایل همچنان تغییر بدین. اگر بخواین پسوردتون را چنج کنین اینجا میتونین چنج کنین، میتونین هر یکیش بالاش کلک کنین، اینجا نشته است current password، پسورد فیلی دا نمیتین، مثلا پسورد فیلی ما است قابل 789، بعد از آن اینجا میتونین new password و
ریست نیو پاسورتون رو تطبیق کنین و میشکل از هر یکیش میتونین کلک کنین و عملتون انجام بدین. مثلا United States میتونین بالای چنج کلک کنین، میتونین اما قسمت آمد که در درس گذشته و شما هوم لوکیشن ورک لوکیشن از طریق پروفایل خواندیم، میتونین در کانتری ریجن United States به افغانستان و یا ممالکای دیگه تطبیق کنین و یا وقتی که عملتون انجام دادین میتونین در اخیر سیوش کنین. فعلا عمل انجام ندادیم، کنسلش میکنن. به می اساس تغییرات هایی که در این قسمت مطرح شده در درس های گذشته هم شما خوانده بودیم، البته بدون موضوعات پسورد و ایمیل آدرس. بعد از این ما در قسمت options home یکی از صفحه‌ای است که در ویندوز لایف قرار می داشته باشه. وقتی که نو شما ایمیل آدرستان را ساین این میشین، اما اولین صفحه که می صفحه هوم می براتان که یعنی تماما متایاتی که از دوستایتان می باشه براتان نشان می ده. ما می خواهیم دو تغییرات وارد کنم: Edit what appears on Windows Live Home، Customize Windows Live Home. از جا می تانین عمل انجام بتین، بالاش کلک می کنین. بعدان Choose switch page to display first when you sign in to Hotmail. میگه وقتی که بالای Hotmail کلک میکنین یا sign in میشین کدام عمل انجام بده؟ Show me Windows Live Home after a sign in. وقتی که ما sign in میکنم اولین صفحه رو نشان میده صفحه Home است. اگر فعلا این آپشن چک است ما شما ایره try میکنیم. ما از جا sign out میشم. هدف از او آپشن در این قسمت است. او آپشن ارتباط داره با این قسمت. مثلا میگم mashal.uni@hotmail.com، پسوردش kabul789. اینال مجرد که ساین این کنم اوجا نشته بود که برای ما صفحه هومه نشان بده. اینجا دبل ال آمده kabul789. در صورت که ایمیل آدرس و یا پسوردتون نشته باشه اینی مسیج براتون میده: That Windows Live ID doesn't exist. Enter a different ID or get a new one. خب پسوردش میتیم kabul789. بعدا sign in سعی کنیم. امی sign in که کردیم اولین صفحه که در این قسمت میای صفحه هوم میباشه. هم گفتیم یکی از صفحه است، تا نوز در ایمیل خود کسی را عد ندارم. وقتی که عد کردین در این قسمت هر دوستتان مثل عکس خود درش کنه یا کدام تکست درش کنه در این قسمت براتان نشان داده میشه. اگر بخواین گیره تغییر بدین میتونین در قسمت لیست از طریق آپشن و بعد از آن در قسمت کستومایز ویندوز لایف هوم کلک میکنین. میگم وقتی که sign in to Hotmail انجام شد show me my inbox when I sign in. وقتی که ما sign in کردم اوتومات میگم در inbox بره. میتونین کی آپشنه چک کنین. باز وقتی که sign in کردین صفحه هوم نمه صفحه inbox تانه، مال استاندارد صفحه هوم خود میگیریم. بعد از آن به می اساس خب بعد از آن در قسمت list options. البته این چیزایی است که ما همچنان در درس‌های گذشته خود همچنان مورد بحث قرار داده بودیم که البته آپشن عمومی از او دیگه قسمت قرار داره، در قسمت list و options. مثلا میتونیم در display choose a theme for your home page, your profile and other pages that you share. ما میتونیم یک سمس طور مثال داشته باشیم که بیشتر از قسمت لیست از اینجا عمل بالایش انجام دادیم. حالا میتونیم که از اینجا تطبیقش کنیم، بالای سمس کلک میکنین همون چیزایی که ما قبلا مورد بحث قرار دادیم. و به می اساس
مثل دا پروفایل از جا میتونین عمل انجام بدین و در روز گذشته و در درسای گذشته از قسمت پروفایل هم تونستیم عمل انجام بدیم. اینجا میتونیم یعنی جای اصلیش دیگه قسمت است update information about you that appears on your profile page. میتونین دوباره تون موضوعات بیشتر درج کنین، میتونین کلیک کنین. چیزایی بود که ما مثلا دربارهش قبلا لکچر داده بودیم که فعلا هم درج است. و موضوعات مسنجر، سوشال و غیره چیزایی که در سای گذشته مورد بس قرار داده بودیم. برمیگردیم به پروفایل. خب میایم در قسمت داخل پروفایل و اینجا داریم یور فرندز، یعنی ما ببینیم چقدر کسا را داریم. یور فرندز سی ا لات اباوت هو یو آر. این حالا وقتی که ما بالا یور فرندز کلک میکنیم you don't have any messenger contacts right now. ما فعلا کسی را اد نداریم. Want to add people to messenger, see you can that online. پس میتونین اگر بخواین کسی را اد کنین از جا میتونین عملتون انجام بدین که او را به شکل آنلاین ببینین. اما از جا میتونیم اد پیپل تو مسنجر بگوییم و بدون از اون کسی که ما بخواییم ادش کنیم در قسمت یور فرند میایم. اینجا داریم اد فرندز تو یور پروفایل، بالایش کلیک میکنیم و بعدا انتر ا نیم اور ایمیل آدرس. انتر ا نیم که گفتم مثلا مثل که ایمیل آدرس ما نیمش است علی غفوری و ایمیل آدرسش است به نام مشل داد یونی اد آدمیل داد کام. این حالا دوستایتان شما میتونید این قسمت یا نامش و یا ایمیل آدرسش را درج کنیم تا ای که او را ما اد داشته باشیم. خب فعلا ما پیش از اینکه عمل انجام میدیم باید از یک دو ایمیل آدرس دیگه داشته باشیم تا که او را ما در این قسمت اد کنیم. در این صورت فعلا از ایمیل آدرس فعلی خود که به نام علی غفوری نامش از ایمیل آدرسش به نام مشل داد یونی اد admail.com است از این ساین اوت میشیم و یک ایمیل جدید ایجاد میکنیم تا ما او اردو را با یکی دیگه ارتباط بدیم و یا ادش کنیم. خب میایم در admail به خاطر که ایمیل آدرس جدید ایجاد میکنیم از ساین اپ استفاده میکنیم و ایمیل آدرس جدید هم به خاطر ایجاد میکنیم تا ای که ما ایمیل آدرس جدید خود به mashal.uni اد کنیم. از او خاطر این عمل است که ما قبلا مورد بس قرار داده بودیم. امروز خوب است یک پریویو میشه. میایم ساین اپ، یک ویندوز لایف آیدی جمیتیم مثلا میگیم باشه به نام احمد @admail.com. create password، پسورد برش میتیم 786 786. دو دفعه به خاطر دو دفعه 786 دادم که جه گفته باید از 6 کرکتر مینیمم است، یعنی از 6 حرف یا 6 عدد پایان نباشن. retype password، امو پسورد را در قسمت بالا تایپ کنیم، دوباره ایجا تایپش میکنیم 786 786. فون نمبر در مملکت کسی نمو مملکت انتخاب میکنین تا کد نمبر از مملکت بیه، مثلا از افغانستان 93 است، از بمیشکل از پاکستان هم میاریم، از پاکستان مثبت 92 است، بمیشکل از افغانستان انتخاب میکنم. بعدا فون نمبر ما میگیم 799 32 1000 است. در این قسمت الترنت ایمیل آدرس یکی از موضوعات بسیار مهم است که البته مهمیت از ایره
در درس بعدی ما مورد بحث قرار میدیم که مهمیت اینترنت ایمیل آدرس چی است. مهمیت اینترنت ایمیل آدرس ای است که در قسمت راست هم براتان توضیح داده. Use an address that's different from your Windows Live ID. میگه ایجا یک آدرس را درج کنین که باید از متفاوت از ID تان باشه. یعنی متفاوت از ایمیل آدرس. یک ایمیل آدرس بخی جداگانه را ما باید از ایجا درج کنیم. If you forget your password, we'll send password reset info to this address. میگه وقتی که پسورد امی ایمیل آدرس مثلا طور مثال امی ایمیل آدرس که بنام احمد اد آتمیل دات کام است، در صورت که پسورد از ایمیل از یادمون میره و ما میخواییم که پسورد را زیر از بین ببریم، تماما معلومات در ایمیل آدرس روان میشه که او را در قسمت درج کردیم. یکی از موضوعات بسیار اساس و عمده است. البته فراموش نشن ایمیل آدرسی که در ویدیوی اول اینترنت ایجاد کردیم به نام mashal.uni@hotmail.com. در قسمت اینترنت ایمیل آدرسش ما ایمیل آدرس خود درج کردیم umarsarvari@hotmail.com. ایناله اگر از mashal.uni@hotmail.com پسوردش از یاد میره که در ویدیوی اول اینترنت ما درس اول ما بود که خوانده بودیم، اگر پسورد mashal.uni فراموش میشه و هرگاه بخواییم که از بین ببرم، البته ای که ما چطور از بین میبریم پسورد در درس بعدی مورد بس قرار میتیم، تماما معلوماتش در ایمیل آدرس ما که ما در اینترنت ایمیل آدرس درج میکنم. اینال اگر شما ایمیل آدرس داشتین، ایمیل آدرس که جدا از ایمیل آدرستان باشه، یعنی جدا از احمد@hotmail.com، اینال ما میتونم که اینجا چون از ایمیل آدرس فیلی از به نام mashal.uni@hotmail.com. اینال در صورت که احمد@hotmail.com پسوردش فراموش میشه و بخوایم رستش کنم، تماما رست پسورد احمد در ایمیل mashal.uni میایه و از طریق mashal.university ما میتونم که پسورد احمد@hotmail از بین ببرم. اینال در صورت کسایی که ایمیل آدرس نمی داشته باشند در او صورت چی کنند؟ حالا خیلی ایمیل آدرس موجود بود که ما ایره در ایجا انجام داریم، در صورت که نمی باشن میاییم در ایجا برش میگیم or choose a security question for password reset. از ایجا استفاده میکنین. البته ایجا شما ایمیل آدرس را درج کنین که البته پسورد از اون بفهمین. اینال اگر ما مثلا یکی از دوستای ما ایمیل آدرسش را دیجه درج کنم، در اون صورت کدام روز ایمیل آدرسم پسوردش فراموش میشه، اگر او را رست کنم و ما ایمیل آدرس دوستای ما دیجه داده باشم، باز من نمیتونم پسوردم از بین ببرم، میشه او دوست می دمی نزدیکم نباشه، در یک کشور دیگه باشه. در اون صورت ایجا ایمیل آدرس را درج کنین که باید از خودتان پسورد از او ایمیل آدرس دومتان هم بفهمید. در صورتی که نفهمیدین یا کدام ایمیل آدرس نداشتین از ایجا استفاده میکنین. البته امروز ما شکل دومش کار کردیم و در ویدیوی اول اینترنت ایجا شکل اولش کار کردیم که ایمیل آدرس خود دادیم. این حالا بالاش کلک میکنیم به عوض ایمیل آدرس اینجا question و secret answer. اینال در قسمت question شما میتونین که به پسوردتان یک رمز بانین. رمز منظورشی است ایجا ما باید یکی از چیزها را انتخاب کنیم، name of first pet، یعنی امو طور مثال امو اولین حیوان را که شما دوست دارین یا برش علاقه دارین، نام از او را میتین. هرگاه پسوردتان از یادتان رفت پس دیادتان میتونه این قسمت دیادتان بیاره که name of first petتان چی است، یا طور مثال فیورایت تیشرتان، بهترین تیشرتان هر کس که هست انتخاب میکنین و بعدا میتونین وقتی که پسوردتان از یادتان برن، البته در درس بعدی میخوانیم که باز چطور از بین میبریم، وقتی که نشته میشه فیورایت تیشر شما اوتومات در یادتان میه که همه فیورایت تیشر یا استاد که بهش زیادتر علاقه دارین کی است، نامش که در یادتان آمد فکر کنین که نام از او پسورد میباشن. طور مثال من فیورایت تیشر انتخاب میکنم و ایجا میتونین سیکرت انسر یک جواب برش بتین.
یا با مثل از اون نشته است فیورایت هیستوریکال پرسون گراندفادرز اوکیپیشن یعنی شغل پدر پدر کلانتونا دیجه میتونین به شکل رمز بتین این حال کی میفهمه که گراندفادرز اوکیپیشن ما چی هست غیر خودم میفهمم از او خاطر میتونم که امو شغل از او رو ما پسورد بتن اینی موضوعات هم میتونین درش کنین فعلا ما میتونم فیورایت تیچر بگیرم سیکرت انسر یعنی فیورایت تیچر میتونین محلش نشته کنین مکتب استقلال مشال یونیورسیتی این نال هیچ کس نمیفهمه که فیورایت تیچر ما کی هستن البته در کجا؟ در مشال یونیورسیتی این نال وقتی که پاسورد از یادم رفت ای دو چیزی که بر ما در وقت از یاد رفتن پاسوردم ظاهر شد ما اوتومات میفهمم که فیورایت تیچرم در مشال کی هست طبعا مثال احمد یا محمود نامش که در یادم آمد اما نام از او پسورد می باشه اوتومات پسورد تا نمیتونین درج کنید خب فعلا چون از این مثال است که من دادم ما پسورد 786 درج کردیم که 786 بسم الله الرحمن الرحیم می باشه در او صورت نمیتونم کیجا و بسم الله الرحمن الرحیم یک شفر بتن نیم آف الله یعنی به خاطر از این که من پسورد 786 هستم خب بعد از آن first name and last name تانو در این قسمت درج میکنین یعنی ایمیل آدرس ما خب به نام احمد at hotmail.com شد به می آدرس تان چی نام میتین میتونین به نام میگیم first name ما محمد است last name ما رحمانی یعنی امی نام با last name نام گذاشته شد بالای ایمیل آدرس تان country رجاین از مملکت کسین انتخاب میکنین مثلا میگیم از افغانستان هستیم پوستال کود افغانستان یا زر مملکت باید بفهمین مثلا پوستال کود افغانستان 25000 هست اگر اشتباه نکده باشم جندر یعنی جنسیتتان انتخاب میکنین فیمیل بر طبقه اناس میل به طبقه ذکور مثلا میل برت دیت مثلا مای تولدتان انتخاب میکنید طور مثال میگیم در مای می چون از این طور مثال است در تاریخ 14 اینجا روزشه و سالش انتخاب میکنید سال 1994 بعد از آن چیزی که دیگه قسمت به شکل رمز است دیگه چه درجش میکنید ART فاصله قسمت A O N G Y بعدا I accept خب غلط بود و ایجام چند شد 5-1-7 S P A R TMME I accept خب اینجا که به احمد at hotmail.com isn't available به معنای ازی که فعلا یعنی رو قبول نکرد ما میتونیم که احمد underscore afg بگیریم یعنی تغییر بریم تا که اکسپتش کنه یعنی چیز میشه که به نام احمد شاید بوده باشه از اون خاطر قبول نکرد دوباره ایره تایپ میکنین در قسمت اخیر و هر جایی که برنگ سرخی جمعه بفهمین که او رو باز قبول نمیکنن در صورت که بعد از اکسپت میه SND یا A اندیس فاصله R G N G استایل مثلا همچین عرفه که دیجه نشته است
خب باز ایمیل آدرس ما در قسمت قبول نشد. میتونیم به نام احد اندرسکور اف جی بگیریم. ال فاصله 442 چیزی که دیگه عاد است اکسپتش میکنیم. فلان ورکینگ است یعنی دولت پس نال قبول شد. ما یک ایمیل آدرس ساختیم به نام احد اندرسکور اف جی. البته نام ایمیل آدرس ما احمد رحمانی است. با مو اساس ایرا میتونین که تغییرات از طریق پروفایل، معلومات های بیشتر و موضوعات های بیشتر را تانعت کنین و بعدا ما میتونیم که مشال داد یونیورسیتی را به داخل ایمیل آدرس احد عدش کنیم. درس امروز ما همیجا به پایان میرسن. ادامه موضوعات درس ما را بعدا مورد بس قرار میدیم. فعلا ما از ایمیل آدرس خود خارج میشیم. درس ما میجا به پایان میرسه.